توجه توجه، پیامبر 125 هزارم هم همکنون در ایران ظهور کرد. آها میشه 124001 نه؟ ریاضی رو داشتی؟ پیامبر 124001 در تهران تو خیابون پاستور ظهور کرده. خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. رسماً توهم زده و اعلام خدایی کرده. خیلی جلسه عجیبی بود. ما که رسماً کافریم به خدایی که زبانش شما باشی سید علی. سال گذشته مردم جهان بیشتر و بیشتر با اتفاقاتی که در ایران میگذره آشنا شدن. حکومت هم که روز به روز دستش بیشتر در دنیا رو شد، به این فکر افتاد که یک گینس به اسم خودش بده بیرون. گینس سید علی تقدیم میکنند. این گینس رو شمالی ها میفهمن یعنی چی؟ ما رکورد زدیم. و در این قسمت تبلت میخوام با رسم و شکل براتون بگم که این یبز مغزها در سال 2023 یعنی سال گذشته چه رکوردهایی زدن. اولینش همین چند روز پیش، ملیکا فوتبالیست زن ایرانی که جانش رو از دست داد پیکرش رو بردن تو استادیوم. یعنی فقط در جمهوری اسلامیه که فوتبالیست زن فقط بعد از مرگش میتونه وارد ورزشگاه بشه. ملیکا! رکورد بعدی، محدودیت اینترنت. جمهوری اسلامی رکورد نخستین محدودیت اینترنتی جهان رو 6 دونگ به اسم خودش ثبت کرد. البته این محدودیت‌های اینترنتی برای مردمه، وگرنه از خود بیت رهبری تا نماینده‌های مجلس، مداها، روزخونا، همه سردارا بالا تا پایین لافت و شکشون رو تو توییتر پن کردن که برای مردم ایران فیلتر. بعدی رکورد اعدام. سال گذشته جان بیشتر از 534 نفر رو با انداختن طناب دار داره گردنشون ازشون گرفتن. هنوز این بیگناها در نوبت اعدامن. مجاهد کورکور و رضا رسایی. رکورد بعدی شلیک به کولبرها. بالای 300 کولبر. 300 فقط در یک سال گذشته یا زخمی شدن یا کشته شدن. چه نوبت کولبری یکی؟ والله 3 ساله. 3 ساله. رکورد بعدی فرار و واردات دکتر. سرعت قطار ایجاد رفاه و شغل و پایین آوردن نرخ تورم در ایران انقدر زیاد بوده که ترمز بریم. رکورد بعدی کنفیکون شدن مسکن در ایران در سال گذشته. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم. رکورد بعدی در سال گذشته جمهوری اسلامی در آلودگی محیط زیست و هوا پرچم داره. برنامه تبلت جایزه سال 2023 رو به شما مردم ایران تقدیم میکنه. شمایی که تک تکتون با دستای خالی مقابل یک حکومت تا بن دندان مسلح ایستادین و هنوزم ناامید نیست.